یه روز جمشم تو میدون شاد و شنگول ساعت 6 میشه آزاد کل ایرون. بابا جون تو اختناقیم، این خیالا خیلی خامه، راه حلی که سرابه، منشأش خود نظامه، قشر خاک سری کو آلترناتیب بازیه. کنار کفی که روی آبه، شورش و خیزش تنها جوابه، هر چیزی جز این پوچه و پوچه، بس که به جنگی کوچه به کوچه، باید بشکنی پشت سپاهو، اینجوری میتونی با کنی راهو، تا بشه کاخ ولایت ویران، ارتش آزادی میخواد ایران. خب به بخش گفتگوی رادیو ایراوا رسیدیم. میدونید که مدتی است کلمه آلترناتیو بر سر زبان‌ها افتاده و این روزها هم باز آلترناتیو مطرح است. اما چرا مسئله آلترناتیو اینقدر مهمه؟ آلترناتیو چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ چرا آلترناتیو باید بها بده و چرا باید پرداخت کنه؟ چرا برخی اصلاح طلبان حکومتی امروز سلطنت طلب شدن و هدفشون چیه؟ و آیا رسانه‌های خارجی فارسی زبان موفق بودند تا مسیر مردم به دموکراسی رو به سمت سلطنت منحرف کنند؟ هدف این رسانه‌ها برای بازگشت به دوران طلایی دیکتاتوری سلطنتی چیه؟ چند روز پیش و بعد از ماه‌ها فرصتی پیش اومد تا در خدمت آقای پرویز خزائی، دیپلمات شورشی در زمان شاه و نماینده کنونی شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک باشم و گفتگویی باشون داشته باشم که همینک توجهتون رو به اون جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون آقای خزائی عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. به رادیو ایراوا فکر میکنم مثل خونه خودتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید آقای خزائی. منم واقعا خیلی خوشحالم که فرصت جدیدی پیش میاد که با هم صحبت کنیم. درگیر مسئولین دادگاه ها بودم و ایمار اومد دستان دایدن، بعدم اشرف سه بودم که بسیار واقعا افتخار بود برام بعد از این همه مدت که به دلیل کرونا نمی رفتیم. در خدمت شما هستم و خوشحالم که دوباره با هم دیگه صحبت داشته باشیم. حتما من رأی دوتا دادگاه رو بهتون تبریک میگم آقای خزائی، خسته نباشید. واقعا زحمات تمام اعضای شورای ملی مقاومت به هر حال به گل نشست و تونستن این رأی‌های تاریخی رو در واقع از دادگاه‌های بلژیک و سوئد بگیرن. خسته نباشید واقعا. متشکرم، واقعا یک کار دست جمعی بود. همه مقاومت و حوزانان خوبمون ایرانی عزیز که اینجا جمع می‌شدن در تمام مدت دور بر دادگاه، صدها نفر جمع می شدن از همه اروپا می اومدن، از آمریکا بعضی موقع می اومدن و واقعا یک کارزار بسیار عظیم و خوبی بود، به ویژه در کارزار بلژیک که دیگه خیلی تلاش کردیم که خلاصه این تروریست اینا فعلا اخراجش نکنن و رفت دادگاه های دیگه و دادگاه های بالاتر هم داریم. بعد از این استیناف میریم شانس بیاریم میریم به دادگاه قانون اساسی کشور و بعدش گاه لوکسامبورگ یا گاه اروپا، ولی کنون معامله نیستیم تا این در زندان بپوسه با اون خائنین همکارش. دقیقا. آقای خزائی قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه سوال دارم در رابطه با اشرف سه. من یادم وقتی که اعضای سازمان مجاهدین خلق رفته بودن آلبانی، یه برنامه عید گذاشته بودن، شما اونجا رفتید و خیلی هم فیلماش اومد بیرون و خیلی جالب بود. به عنوان آخرین باری که از اشرف برمیگردید، چقدر فرق کرده از الان نسبت به اون موقع؟ باور کنید من خودم باور نمی‌کردم که چنین اطلاع و گسترش و تکاملی پیدا کرده باشه این کمپ بزرگ که اندازه شهری خودش و با بهترین وسایل، بهترین خیابون‌ها، اسم خیابون‌ها همه به نامش، قهرمانان شهیر جنبش آزادی خواهی ایران، ستارخان، مصدق، فاطمی، عکسایی که بزرگ بزرگ زدن، اصلا بعد موزه بسیار موزه، واقعا یه موزه جهانی. وقتی که این دلگیشن های متعددی آمده بودن از همه دنیا و می دیدن، باور کن اصلا باور نمی کردن چنین موزه، می گفتن اصلا در نوع خودش بی نظیر، به این گسترش، به این خوبی با عکس ها و با تمام صحنه ها و
با ساختن صحنه‌های زندان‌ها، شکنده‌ها و بعد توضیحاتی که افرادی می‌دادن بهشون به زبان‌های مختلف، به زبان آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و خودشون اینها یا فرزندان اون شهدا بودن یا خودشون مدتی زندان شده بودن و مادران شهدا بودن و واقعا خیلی هاشون دستمال به دست گریه میکردن باور. درست میگفتن که اصلا چنین فاجعه‌ای اصلا نظیر نداره تو تاریخ بشریت. بعضی از اعضای مجاهدین هم بچه‌هایی بودن که تو همون زندان‌ها دنیا اومده بودن. درست آقای خزایی؟ کاملا اصلا یه صحنه بود که بسیار تکان دهنده بود و آن این که یکی از اون بچه‌هایی که خودش تو زندان بود، مادرش هم اونجا بود و اینو زندان کرده بودن با بچه‌ش مادر رو. و بعد یه بچه دیگه هم که مادرش رو شهید کرده بودن اومده بودن پس کرده بودن تو بغل این خواهر مجاهد. گفته بودن تو که یه بچه داری اینم بزرگ کن توی زندان. و اونم اومد اتفاقا. اونم اومد و خلاصه چه گریه میکردن اینا که گوش میکردن خارجی ها. و هر سه هم مادر و بچه که دیگه بزرگ شده و اومده بودن اونجا و شهادت میدادن. بعد درست یه جایی هم بود که ماکت درست کرده بودن، ماکت شکنجه ها تو زندان نگه داشتن ها، چشم بستن ها، تو یه جای کوچیکی 60 نفر بغل هم نشستن، یه جایی ماکت هم درست کرده بودن. داستان همین مادر بود که مادره بود با بچه کنارش. خیلی واقعا تکان دهنده است واقعا صحنه. امیدوارم که موقعیت بشه که در آینده ایران همین موزه رو هم در ایران بسازیم و هم همین هم نگهش می‌داریم تو اروپا به عنوان یه موزه بنوانی مثل موزه هولوکاست هیتلر که الان همه جا هست، هم آمریکا هست هم در اروپا هست. اینم باید ما یه جوری کنیم که هم در اروپا باشه همین تو آلمانی که یه دونش هم در ایران درست کنیم. چه روزی خواهد بود واقعا که این حقایق بیرون بیاد و بدونیم چه بر سر نسلی از ایرانیان گذشت واقعا تو دهه 60. آقای خزایی، بحث امروز ما در رابطه با آلترناتیف هست. همونطور که میدونید مدتی است که بحث آلترناتیف داغه، ولی این روزها بیشتر مطرح است. میخواستم با همین سوال شروع کنیم آقای خزایی که چرا مسئله آلترناتیف اینقدر مهم است؟ برای اینکه ببینید در همه جنبه ها این رژیم به بنبست مطلق رسیده. یعنی هیچ راهی بعد از این بازی‌های احمقانه که یه سری گول خورده بودن تو همین قبل واجب نمی‌دونم مجرها، اصلاح طلبا اینا که ده ها سال واقعا علاف کردن و خودشون علاف کردن که ما که سر موزمون بودیم مقاومت، حتی یه سری به عنوان اپوزیسیون هم همه رفته بودن چسبیده بودن که اینا هم حتی نابود شدن و جزه الان چیزی ازشون نموده جزه کاریکاتوری که بعضی ما های سایتی دارن و رادیو میان از این حرفا میزنن. هر مقاومتی سه پایه داره. یکی خب داخل اوضاع داخلی و مردمن که دیگه به گواهی خود بعضی از رژیمیا که خلاصه صدایشون در اومده، رژیم به ورشکستگی مطلق اقتصادی، سیاسی، مالی، نمیدونم فرهنگی، اخلاقی. شما دیگه چیزی طبیعت، داغون کردن طبیعت، خوش کردن آبها، سیلها، نمیدونم دریاچه هایی که همه خوش شده، یعنی واقعا در هر زمینه این رژیم به مطلق و شکستگی شده که متاسفانه باهاش هم که اونا نمیدن که با اون پولایی که دارن و بچه‌هاشون فرستادن خارج و میلیارد میلیارد این ملت ایرانی که برای یه قرص نون باید بره تو خیابون مثلا چند سال کار کنه که یه جن سنگک بخره، خب یا از تو سطلای زباله غذا میکشن بیرون، زباله غذا میکشه، کودک نمیدونم خود فروشی، زنایی که حامله میشن دیدید که نوزادش رو همچنین که بند نفروش بریده گذاشته تو آشسسق آشغال که یکی بیار برداره که خوشبختانه گریه میکرده بردن آمدن یه خانواده بردتش. دیگه چیزی نمونده که این رژیم داغور نکرده، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست، هیچ قابل مقایسه نیست با هیتلر به هیچ وجه. به هر حال نرگس خانم، هیتلر به هر حال در داخل تو با زندگی مردم خصوصی کاری نداشت که حجاب که به دو سر کسانی میکرد، نون داشتن مردم، غذا داشتن، برای اقتصاد میچرخید. منتها این آدم دیوانه نازیستی بود که میخواد جهان بگیره، نمیدونم نژاد اصیل جرمن حکومت کنه بر جهان، بقیه هم همه از بین برن،
بهش میگفت اندلوسوم، یعنی راحل نهایی، که رژیم دقیقاً ولایت مستقیه فعی به حکومت اسلامی جزید. درست بخوانید درست مثل هم دیگه، کشتن اقلیت های مذهبی، سرکوب چیز هست و بهایی ها، هر کسی بگی رو پایه تا این نباشه رگز خانم به هیچ وجه من در وجود هیچی پا نمیگیره. این تاریخ به ما درس داده و اون هم مقاومت سازمان یافته است. شما مقاومت داشته باشید که سازمان نداشته باشه وسط را بباره بره، یه دونه اصلاح طلب خاتمی بیاید کلیشون همه پسیو بشن یا برن طرف اصلاح طلب داغون شن. این مقاومت سازمان یافته مطلق که باید 5 عنصر داشته باشه. یکی آرمانش محکم باشه و چپ راست نره، شل نره، و اونم آزادی، دموکراسی، جدایی، همون ده مازه خانم رجبی که به حق همه میگفتن توی این جلسه که این واقعا فصل خطاب این اصاره اعلامی جهان شمول حقوق بشر در سازمان ملل که ایشون قشنگ 10 ماده ازش در برده که این تمام پایه است. خب این یکی. دوم این که کافی نیست رو کاغذ بنویسید. دوم رهبریه درگس خانم. بله. تمام تاریخ نشون داده بدون رهبر، بدون مهاتما گاندی، بدون ماندلا، بدون ستار خان، بدون رهبران آینده، بدون در آفریقا تمام این رهبرهای که جنگین در علیه استعمار، هر کسی که تولسی کار میکنه، همین در این همین اروپا تمام کسایی که در همین آقای زلنسکی نمونه خیلی خوبی هستند. زلنسکی تمام اینا در جنگ بین الملل دوم رهبران مشهوری داشتن، جنرال دو گل، هر که بر خیلی اسمشون هم زیاده. خب بعدم این که برنامه داشته باشی که این برنامه توی همین سازمان صحیح یعنی درست باشه، یعنی در مورد که ما در قانون اساسی شورای ملی مقاومت هستیگه که این قانون اساسیه و این که باید یه رژیم نمیفته همینجوری خودش نمیفته، هیچ رژیم سرکوبگری خودش همجور خودرازی نکرده رفته، مخصوصا این یکی که آینده نده آخوندها کجا برن، سوریه هم که نمیشن برن، قانون شورشی و قیام مسلحانه که این همه اخ بود و فلان میگفتن خشونت نکنید و خودش درست میشه، مثل این نوه رضاخان میرپنج که مثلا میگه که همین رضا میگه که پاسدارات بمونن سر کارشون، اینا همه در آینده تضمین میکنن چیز کشور و امنیت، پاسدارا مثل بخونید سربازان هیتلر بمونن در آینده تضمین میکنن تا نپاشی تمام حدش هیتلر که اصلا کار از پیش نرم، و بعدش هم تهدیدش هم اصلا مثل سیهانو که مسخره تاریخ شد توی کام بود، به نمی شازازی بود که خودش چسمانده بود به پل پوز، این هم میخواد خودش رو بچسمانه به چی به پاسداران که مثلا اینا چطور در خواب بیند پنبه دارن اینا کودتا کنن ایجون ببرن شا کنن به به دیگه این از اون فانتزی های تاریخه که باید فقط بکنید. غیر از این عنصر سوم که اگه این هم نباشه، هر کجام از این 5 عنصر نباشه فشل و آزار. عنصر سوم گراد درست باشه و گراد عوض نکنی. مثلا الان نگی الان یه چیزی نه دیگه باید بریم سراغ اصلاح طلبی، نه بریم اول ارسال بازار آزاد بشه تا بعد من بریم یا اینکه میگن اول باید اسلامو نابود کنیم بعد براو، مثلا این با اسلام جنگیدن، مثلا تو بافی میکنیم مثلا مهاتما گاندی که پیروز شد با هندویسم جنگید، فقط کاری که کرد هندوهای متعصب هندواللهی بهش میگفتن باید حکومت هندو باشه مسلمان اینا سوش نباشه کمیکو غلط کردید، این خانم رجبی مسعود رجبی همه رو آورد گذاشت، از مسلمان آورد زاکر حسین اینا رو آورد، مولانا عبدالکلام آزاد، بعد نمیزن مسیحی آورد پاسل، بعد هندو آورد خود نهرو، یعنی جمع کرد یک شورای ملی مقاومت درست کرد که دیدید اینقدر هم که این کارش چیز بود که یه هندو شهیدش کرد، یه دوتا هندوی متاسف هندواللهی بخوانید هندواللهی شهیدش کردن، ولی خوشبختان موقعی که دیگه موفق شده بود هندو آزاد کرده بود. در تمام اینا این اسلام ستیزی رو بریم اول با اسلام بجنگیم، دین 1,600,000,000 انسان، بعد وقت شما چیز کنیم مثلا بگید که اول بجنگیم اندلوسون و هیتلر رو بیاریم اسلام رو برداریم، اینا که واقعا نه تنها کاریم که اینا از رژیم بدترن، چون رژیم آدم میبینتش میگه آقا من اسلامی هم، اینا که میخوان بیان یک دین مثلا من بگم اروپا آزادی میشه میگفتن غیر از اینکه مثلا مسیحیت در جهان بره
یا مثلا دین یهود بره، دین هندو بره، دین بودا بره. خب اگه مثلا در چین و اینجا و اونجا دیکتاتوری هست، تقصیر بودا نیست که. اینه که به شما بگم که این گرای درستن چهارمه. پنجم پرداخت بهاست، تا آخرین پشموندنه. خیلی جاهای بسیار زیبایی تو دنیا بود، بهترین چیزها رو درست کردن. مثلا یه قومی بود به نام جورا که بین سوئیس بودن و فرانسه، اینا بیچاره جنگیدن برای استقلالشون ولی نداشتن رهبر، نداشتن چند، اینا هم پاشیدن رفتن و مورد مصالحه قرار گرفتن و جاها و جاهای دیگر. و این وایسادن و بها دادن، این که زود در نری، زود چیز نشی، این که این همه میگن این مجاهدین چجوری از این اشرف ها و اشرف دیگه هی اطلاف بدون کن، این همه بها میدن، این همه جو میدن. خب یه ادیم طبیعیست، یه ادیم خسته میشن میرن تو همه اروپا. من خیلی مطالعه کردم توی داستان، همه یه چیزها رو میرم مجاهر میبینم داستان چه میخواد. این هم خیلی بوده شوری مثلا رفتن خسته شدن ولی اومدن توی پشت جبهه مقاومت، یه ادیم کمی رفتن زمال زندگیشون، یه ادیم بسیار کمی اینا مزدور هیتلر شدن، مزدور موسولینی شدن، مزدور خمینی شدن و مزدور استالین شدن. و اینها بودن که خیلی هم کم هم. این خیلی طبیعیه که اصلا مثلا میان تو بوق میکنن که مثلا از اشرف مثلا چند نفر رفتن. خب طبیعیه در یک مقاومتی که 40 خورده سال 42-43 سال داره مقاومتی هم سعی یک کمی هم میرن، ولی به جاش میان. چهره های جوانی دیدم توی اشرف کلاسه، افتخار کردم از زن من، چهره های بسیار جوان. یعنی این پنج عنصر اگر نباشه، خیلی هم زیبا باشه، خیلی هم جست خوبی داشته باشه، ولی بهترینش این بود که این قبح مبارزه مسلحانه و کانونهای شورشی که ما میگیم ترکیب از قیام مردم و ارتش آزادی بخش، آقای رجبی بهش میگه که مؤسسان 1 تا 5. این چیزی که الان همینطوری خودتون هم قشنگ به من گفتید و خوب یادآوری خوب بود، مثلا جریان اوکراین نشون داد مشروعیت و تقدس اینو، تقدس که تو بری کارخانه های آبجوسازی بکنی، مولوتوف سازی تو بری، مردم همه مسلحانه. الان دیدید که چند تاشون اومده بودن پیش خانم رجبی، بعد اومدن تو این جلسه، از اینجا کردن، از اونجا بعد عکس خودشون نشون میدادن با مسلسل دستشون. یعنی این که تقدس و مشروعیت، این که به قول اون شاعر هندی، چو کار از همه هیجلتی درگذشت، حلال است بردن به شمشیر دست. هیچ راه دیگه غیر از این نیست، چون رژیم های سرکوبگرن که به تو درس میدن که مقاومت چجوری بکنی، اوناست که سرکوب میکنن، اوناست که قبول نمیکنن، مضره نمیشن. خب چی میمونه روی زمین؟ به شمشیر دست بردن، مبارزه شورشی و مسلمان و همین که ما میگیم مؤسسان الله اسمه گذاشت آقای رجبی، درود برش باد، مسعود رجبی، مؤسسان پنجم. اگر غیر از این باشه، باور کنید به هیچ وجه نگس کنم، میشه فانتزی. من لوری میگم، من سخنرانی هیچ وقت نمی کنم، من میذارم خودمانی مثل که نشستیم توی یه جای داریم حرف بزنیم. غیر از این اگه باشه، ما حال ممکنه که یک چیزی پیروز بشه. این آفریقای جنوبیش، این هندش، این نمیدونم هر جایی که شما میگید که آزاد شده، همین اروپاش، همین اروپاش که دیگه در بدترین مخمسه تاریخ بوده و مخوفترین جنگ جهانی با مخوفترین تلفات و خرابی ها در تاریخ بشریت، از روزی که از قاره اومدیم بیرون چند میلیون سال پیش تا الان. خب این درسایی که از ما از تاریخ گرفتیم و خلاصه کنم جواب سوال سوال، راهی جز این نیست. این برنامه شورا، مؤسسان آقای رجبی که گفته، و اون پنج عنصری که خدمت رو عرض کردم که من اسمش گذاشتم پنج فرمان. خب اینها جزوی از خصوصیات یک آلترناتیو هست دیگه، این پنج فرمانی که شما برامون توضیح دادید آقای خزایی. خانم رجبی توی سخنرانیاش پرداخت بها رو که شما بهش اشاره کردید رو از مهمترین ویژگی های آلترناتیو میدونن. چرا اینقدر مهمه؟ بله ببینید، براتون چند تا مثال دادم. وقتی که با یک حمله دشمن خونخوار در بری، سنگرت ول کنی، خب یعنی چی؟ هشت هم تو در گذشته کار کردی که همه رو میریزی. چرا بترسی که تو شهید بشی؟ بترسی که تو نمیدونم مثل اشرف زندگی خصوصی تو بذاری کنار؟ و مگه نبودن کسایی هم که تو نروژ، تو کوههای نروژ زیر زمین، اونا هم اشرف درست کرده بودن؟ خب نمیدونن خانواده شنو،
اصلا نمیتونستن بیان، اینا که نمیرفتن تو اون کوههای نروژ برن نمیدونم شام بخورن با هم دیگه و اینا، اونا که تو جزیره قارهای نروژ تو اون برفا قایم شده بودن سالها ندیدن اصلا. مخصوصا به شما بگم فنلاندی هایی که در جنگ باخته بود سوئد فنلاند رو به روسیه تزاری، بعد از اینکه جنگ جهانی دوم شد استالین میخواست بیاد فنلاند رو بگیره جزئی کنه از سوویت یونیون، بعد فنلاندیا جنگیدن در سالهای 39 بهش میگن جنگ های زمستانی، اینها اومدن هزاران نفر زن و مرد، این کاری که اشرف مجاهدین کرد، هزارها نفر زن و مرد اسلحه گرفتن پشت جبهه، چندین هزار کودکشون رو فرستادن برای سوئد که در اونجا بمونن سال، همون کاری که ما کردیم که بچه‌ها آوردیم اروپا، اینا چندین هزار که متأسفانه خیلیشون هم در سرمای زمستان بود 30 درجه زیر صفر اون کشتی های قراضه یخ زدن مردن، و ما این همه آدم آوردیم بیرون، خون از دماغ یک بچه در نیومدی، همه توی بمباران جنگ آمریکا با صدام حسین، خون از دماغ هیچ کسی نم، همه را سالم آوردیم گذاشتیم تو اروپا که الان دارن به ما میگن چرا اینا را آورد فرستادن، خیلی جا مثل که باید فلان جا بگی که فلان فلان شده، چرا بچه ها نداشته اونجا باشه که ببینن زیر بمباران روسیه سوویتیونه. خب اتفاقا من یکیشون دیدم که از کشتی میامدن از فنلان، یه آقای بود مسلم بود باشه هر زدم، اون گفت چه کاره، من داستان خودم گفتم، اونم گفت اه من یکی از اون بچه هم سوئدی بود به زبان سوئدی، گفت من یکی از اون بچه هم که زنده بودم اومدم سوئد، کتابی هم نوشته که من تقدیم کرد که درود بر تو که داستان مقاومت شما شبیه داستان مقاومت ما فنلاندی هست. خب این چیزی که خانم رجایی گفته به درستی گفته، یعنی باید بها بری، باید پاش باشی، خوشبختانه ما یک دونه بچه رو فدا نکردیم، ولی اونا بیچاره در اثر سرما چیکار کنن دیگه، خیلی یخ زدن، چند هزار یخ زدن مردن. خب پرداخت بها فصل الخطابه در هر چیز از زندگی خصوصی، من میخوام یه کاری بکنم که خونه درست کنم و بس بکنم باهاش، اینه که ممکنه مثلا دارم میسازم بیفتم پایین از پله، ممکنه بریزه برو سرم، ممکنه ورشکست بشم، من بترسم در اولین پیش بترسم بگم نه ول کردم خونه رو، در این مثال بسیار ساده و تک سادگی. و حالا بکنیم به همه چیزا، کاریر کاری، آینده، درس خوندنت، نمیدونم شغلت، تا اینکه بیای در حزب حکومت به چجوری به دست بیاری، و اینکه چجوری سخت‌ترینش که دیگه مقاومت علیه فاشیست هاست و نازیست هاست و خمینیست هاست و طالبان هاست و همین هایی که الان اینا که شدن دشمن شما یک کنن، جانشین همه اون پلپوت و استالین و هیتلر و موسولینی و هیلورتو امپراتور فاشیست ژاپن و این آخونده و دوروبریاشون همه شدن جانشین اونا دیگه. درسته آقای خزایی. خب حالا بیان مثلا فرض بگیریم، فرض محال که به قول معروف محال نیست، اگر که گروهی پیدا بشه که همه ویژگی های آلترناتیو بودن رو داشته باشه ولی مثلا بها نپرداخته باشه، یا مثلا گرایی درست نداشته باشه، یا مقاومت سازمان یافته مثلا نداشته باشه، یا رهبری نداشته باشه، دقیقا آیا مقبول نیست؟ پس ببین، ما در این اعلام کردیم چند سال پیش همبستگی ملی، حتی خطش هم حاضر بدیم، حتی حاضر بودیم سالون هم بگیریم، بگیم که کسایی که طرفدار جدایی جنر زورند، سقوط تمامیت رژیم و دموکراسی و آزادی هستن، این ستا با هر دین مذهب عقیده ایدئولوژی، مگه ما تو شورا همه ایدئولوژی‌ها تو شورا هستیم، من که خدمت شما شدم یک مارکسیست سوسیالیست هم، نه مارکسیست لنینیست و نمیدونم استالینیست، مارکسیست سوسیالیست که دموکراسی توشه، برای همینه که عضو حزب سوسیالیست نروژ هم و شورای مرکزی فروم بین‌المللیش هم هستم. خب مذهبی ها هستن، جمعیت داز هست، چریکای فضایی هستن، استادان متعدد دانشگاه هستن، همه از هر طیفی هستن. خب ما اومدیم به دعوت کردیم، گفتیم شماها که این اصول ستا رو قبول داشته باشید، قدمتون روی چشم ما آقای رجمی گفت، ما نشستیم و تصویب کردیم همبستگی ملی رو، یعنی یک ائتلاف بزرگتر و خیلی بازتر از اینایی که به سی انصر اعتقاد دارن، ولی یه عده اومدن، یه عده شخصی اومدن، خیلی این هوادارا این چیزا خیلی، ولی خب مثلا اونایی که هی
جس میگرفتن که ما مجاهدین مال چیز میکنن همش به فکر خودشونن، بعد حرفای شرطی که میزدن و بهشون گفتیم بفرما تازه ما خرجشون رو میدیم. حضرت گفتیم مثلا یه ساختمان های میگیریم تو پاریس ما خرجش می شما بیاد اینجا کار کنید بیاد برات خودشون کنید، ولی جمع شیم داره هم سر این ستا چیز که جمهوری دموکراسی فلان 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 زلایت این از دولت و سقوط مطلق رژیم نه این وسط مزرات بازی. خب نیومدن، وقتی نمیان دو تا بلا سرشون میاد، یا اینکه جذب چیز میشن میرن اون وقت دوباره طرفدار رژیم میشن و خاصی هم طرفدار رژیم بشن باید به ما بد بگن دیگه، دیدید که زیاد هم هست یعنی زیاد که زیاد کسی هست کنن مصنبش هستن یه ایده، یا اینکه میبرن میرن و دپرسیون میگیرن و دیگه تمام شد دیگه. مثلا کسایی بود که مقاومت رفتن کجا هنال کجا هنال، مثلا چند تاشون از این بولیزا آمده بودن، چهار نفر آمده بودن تو فرودگاه آلبانی، چهار نفر که بیان اکسیون درست کنن علیه مجاهدین، مال چیز هم بودن هابیلیان بودن تو آلبانی هم آمده بودن؟ بله بله آمده بودن تو آلبانی، پریروز بود پریروز پیش. بعد اینا رو سه تا از آلمان اومده بودن، یکی خانمیه که معروفه دیگه آورده بودنش اونجا پرستوس الان بله. این اومده بود اینجا که مثلا یه چیز بزنن و مثلا تبلیغات کرد که همونجا پلیس آلمانی گرفتشون 24 ساعت توی همون کولیکان نگهشون داشت پسشون فرستاد بله. غیر از اونا میشن اینا دیگه، یا میری جذب رژیم میشی مثل اینا میای علیه مقاومت کار میکنی، یا میری میپوسی تای خونه میشینی و هیچی دیگه. پس یه عدیشون هستن که رفتن از شورا میگن نمیدونم یکشون آلزایمر گرفته الان نمیتونه هیچ کاری نمیشه، اون یکی نمیدونم مغزش از کار افتاده، اون یکی فلان شده، میشینن تمام میشی. اصلا این مقاومت خودش روح حیات و انرژی میده به آدم. از این خیلی قشنگ درست کن و مثلا آفریقای جنوبی بیچاره اون ماندلا را 27 سال زندان به خاطرشه و تمام اونجا شکنجه و اینا. خب ولی ادی هم اومده بودن تو اروپا، من یادم از تو فرانسه درس میخوندم، من جزء چی شده بودم، جزء کسایی که جزء آپارتاد بودم و آنسه بودم، میرفتم تو جلساتشون، اونام خون دل میخوردن همین حرفا که من به شما میذارم. اونام میگفتن یه جو بدن اینجا شول لول میگن ما خودمون اپوزیسیونیم، بهش میگن اپوزیسیون کجای اپوزیسیونی، تو کافه ها تو نمیدونم دانسینگ ها کجا اپوزیسیونی، و اگه اپوزیسیون بیا با ما هم کار کنیم، نه با شما کار نمی کنیم، ماندلا تروریسته. بله یه کاری که حتی آمریکا مثل ما چجوری سازمان مجاهدین اینا گذاشتن شدن، یه کاری که آمریکای ببخشید واقعا چی بگم نزدیک بین ماندلا رو گذاشت شده لیست تروریستی دیگه. بله بعد شرمنده شده بود هی معذرت خواهی میکرد که دیگه دیر شد. خب اینا جواب تاریخه، واقعا جواب تاریخه فکر خانم نگست، تاریخ خیلی تلخه، هم تاریخ تلخه هم شیرینه هم دردناکه و هم انگیزاننده است. آقای خزایی شما در زمان شاه حقوقدان بودید، در سفارت رژیم شاه در نروژ بود فکر میکنم، درسته؟ سفیر بودید اونجا. اون زمان فکر میکنین آلترناتیو رژیم شاه کی بود و الان در رژیم آخوندها آلترناتیو کیه؟ آقای رژیم خودم بگم که من در سن 22 سالی دیپلمات شدم زمان شاه، بعد رفتم فرانسه دوره دیپلماسی و یادگیری دیپلماسی دیدم، حتی مدتی در وزارت خارجه فرانسه درس رو میدادن، بعد رفتم دادگاه لاهه چون حوزان بودم 6 ماه دوره دیدم در شورای اروپا در سازمان ملل متحد اینا، و بعد برگشتم همون موقع بعد از یک سال شدم کنسول در هندوستان 1972-76 کنسول در هندوستان بودم، اونجا هم زیر زدشا کار میکردم. یه لیست اومده بود که وام تحصیلی بدید به دانشجوهایی که طرفدار اعلی حضرت هم فقط همین الان اینا همین کار رو میکنن، میگن اونا که طرفدار خمینی نیستن اصلا سفارتخونه کمکشو نکنن، که من برعکس رفتار میکردم، میدادم به اونا یه سندی هم درست میکردم حسابی میدادم به دانشجوهای چیز که مخالف بودن، و بعد سواگ یه چیزی فرستاده بود که هنوز من بیا بیاری پیداش میکنم توی کنسولگریمون در هیدرآباد جنوب هند بودم، که فرستاده بود که وام تحصیلی که میدید دو برابر بدید به پسر فلسفی اون آخون بود. ببینید شاه شیخ رو درست کرد، دو برابر که من نه تنها دو برابر ندادم، من یه برابر بهش ندادم، به چاقان منوشم بهش دادم،
خب دیگه بعد اومدم ایران، انقلاب شد، یواش یواش شروع شد، من پیوستم زیر اعلامیه دادم تو وزارت خارجه و گفتم که ما دیپلمات مصدق و ایرانیم، ما دیپلمات شاه نیستیم. و بعد یه تشکیلاتی دادم، یه سری زیادی رو جمع کردم که انقلاب شروع شد، بس نشست بودیم در وزارت خارجه و اونجا عکس فاطمی رو زده بودیم، دکتر فاطمی مصدق رو زده بودیم و عکسای رضا شاه و این عنوان شاه همه رو برداشته بودیم که بی بی سی هم می اومد با من مصاحبه میکرد، بی بی سی انگلیسی اسم من رو گذاشته بود پرویز خضرایی در ریبل دیپلمات، دیپلمات یاغی. شورشی بود این آقای خضرایی. شورشی، آره، ریبل یعنی شورشی. خلاصه بعد از پرویز انقلاب من اومدم اسکاندیناوی، که اومدم اول به عنوان معاون سفیر، یعنی معاون امیر انتظام در استکهلم سوئد، 79 اومدم تابستون. بعد که امیر افتزا رو گرفتن و زندانش کردن و داستان خط امام، من شدم جانشین سفیر. بعد از اون چون با دانش حزب اللهی های پر آمده بودن تو سوئد بودن، درگیر شده بودم و اینا میرفتم تو سفارت بیرونشو میکردم، قدرده منو فرستاد نروژ به عنوان سفیر نفر یک. بعد به مجرم که رسیدم زیر به سازمان مجاهدین پیوستم، یعنی وقتی که آقای رجوی اومد و به پاریس با اون پرواز قهرمان من اون سننگ بزرگ مایزی. بعد دیگه زیر دو سال من با مقامت بودم، مثل اون دیپلمات سوئد که در زمان جنگ بنان دوم یهودیان نجات میداد، پاسپورت بهشون میداد. من هم صدها پاسپورت دادم، بسیاری از بچه ها رو مجاهدین رو نجات دادم، اومدم بیرون. و خلاصه دیگه هرچی کمک هایی که از دستم برمیاد کردم که الان نمیگم، بعدا انشالله در خاطرات هم مینویسم. بعد از دو سال که اونجا کشیدن، اینا بو بردن یواش یواش، منم برنامه این بود که به مایل که بو بردن بیان دیگه بزنم بیرون، اعلام کنم رسمن که وقتی بو بردن دو نفر مأمور فرستادن که منو چک کنن، من بلافاصله اومدم سفارت رو جمع جور کردم، اسبابام و خانوادم رو گذاشتم بیرون، چون تو رزیدانس سفیر بودم. بعد اومدم و خلاصه اونجا دیگه به یکی از دوستانم که تو تلویزیون نروژ بود زنگ زدم، قرار گذاشتم، گفتم من فردا صبح ساعت 12 بیام، من میخوام استعفا کنم. بعدم دیگه زدم بیرون و خبرهای جهانی و شبم نامه نوشتم به همه سفرها که من خداحافظی میکنم ازشون و من پیوستم و فردا خلاصه ببینید توی خبرها. دیگه از اون بعدم افتخار دارم که نماینده شورای ملی مقاومت هم در کشورهای نوردیک که 5 کشورن و بالتیک اون 3 کشوری هن که مثل در بالتیک هستن، 8 کشور رو عضوی هم از هیئت سازمان ملل متحد هستن. درود بر شما واقعا. خب حالا سر مسئله آلترناتیو رژیم شاه و آلترناتیو رژیم آخوندها. بله ببینید، اول همه به شما بگم به عقیده من حاضرم ثابت کنم که شاه خمینی رو آورد، یعنی نه اینکه ببرد مثلا بیارسش بذارش رو تخت. وقتی که من دانشجو بودم درس حقوق میخوندم در ایران، لیسانس حقوق گرفتم زمان شاه، ما یه جزوه کوچیکی دستمون بود، مثلا پل خانه نمیدونم یا ماهی سیاه کوچولو، انگاری که ما هروئین میفروختیم. اینو باید قایم میکردیم زیر 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 زیر. ما کسی میتونست انجمن درست کنه، ما کسی میتونست حزب درست کنه، تازه سه تا حزب درست کرده بود الکی، نمیدونم ایران نوین و مردم و فلان فلان، که اینا هم زج همش کرد تک حزبی حزب رستاخیز. بعد چی؟ در عوض آخوندها آزاد درهای طلایی میساخت برای محل آخوندها، شاه خودش میرم نمیدونم میگفت حدث نمیدونم عباس من از اس افتادم دستم رو گرفت و نجاتم داد. بله از این میگفت. بعد خرافاتی بوده خیلی. وقتی که شما خفه میکنید، این خیلی طبیعیه، این احتیاجی آدم بسیار دانشمند باشه که اینو تشریح کنه. هر کسی میشه، شما وقتی یه جامعه رو خفه میکنید، یک حزب نیست ولی در عوض خیلی آخونده رو، یعنی تنها سازمانی مثل هم اینجوری شد یادتونه؟ بله بله، رفت اخوان مسلمین، اخوان مسلمین دقیقا. یعنی شما بدون این اصلا قانونمنده. قانونمنده جز تنها جایی که موفق شد تونسه، که ما اتفاقا حزب سوسیالیست نروژ هیئت رفتیم اونجا، قانونمند بود، چون به هر حال اون یارو که بیرونش کردن 4-5 تا گروه مثل اتحادیه کارگری، اتحادیه زنان، اتحادیه نمیدونم نویسندگان و حقوق زنان، اتحادیه کافر، اینا رو آزاد گذاشته بود و اینا آلترناتیو شدن. یعنی وقتی نداشتن که اون یارو قنوسی بیاد، اونم داشت حرف چیز میزد النهضه،
که حزب شده بود، ما رفتیم با ایشون صحبت کردیم، گفت آره ما اشتباه کردیم و فلان، الان ما یه حزب داریم. خب ولی شاه که اینجوری نمی‌کرد، شاه اومد همه رو خفه کرد فقط ما. خب وقتی شاه میره، خب وقتی یک وقتی میپاشه دیگه، باید سازمانی حزب گروهی باشه، مثل مجاهدین باشه که نذارن که بیفته دست خمینی ها، که با بیچاره مجاهدین بلافاصله از زندان‌های شاه شروع کرده بودن، بهشون میگفتن آقای رجوی تو زندان‌هاشو با اونجا میگفت مشکل آینده ما با شماست، خیلی قشنگ میگفت. و بعد اصلاحی که رجوی کرد با تمام نیروهای مترقی، مثلا اون موقع اولا کسی نبود، کسی مجاهدین که زندان بودن تازه اومده بودن بیرون، بعد به جاش قشنگ آخوند با پول و دستگاه و، یعنی من معتقدم 100% آلترناتیو خمینی رو رژیم پهلوی تک حزبی شاه اللهی درست کرد، که خیلی راحت آدم میتونه از حس فقط رستاخیز، رهبر فقط محمد رضا بشه، حس فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، چه فرق میکنه، فقط کیسش عوض شده دیگه، ما موسواش اینه که واقعا بقیده من اگر این شاه واقعا احمق مثل حتی چیز نبود و مصدق گوش میکرد و مصدق بهش میگفت که قربانت گردم تو باشو مثل شاه نروژ، باشو باشو مثل سوئد، مثل ملکه دانمارک، بشین به چیز کن یه ستن چیز بذار مردم برونن، سلطنت کن ولی از حکومت دوری کن. حتی میگفت من که به نخست وزیرم باید بعدی نیروهای دفاعی تحت فرمان رو میشونه، گفت نه، مجلس تحت فرمان حزبی باشه که برنده شده، میگفت نه. خب وقتی اینجوری میکنی، خب حالا هی شما شاه لیا برید هی جیغ بزنید تو این کافه ها که فلانی روح از شادی بزنم رضا خان میرپنجه که مجلس داغون کردی روح از شاد، خب چیز فایده نداره. یعنی من معتقدم ولیعت شاه خمینی شد که به قطر، این طبیعیست. حتی وقتی خمینی اومد رفت فرانسه، شاه به جیسکا جسکن گفت که مواظبش باش که من عدتش نکن، ولی یک دین دانشجو که میرفت اونجا مینوشت سفارت، مینوشت این دانشجو فلان فلان دانشجو مخالفه باید اخراج بشه، ولی خمینی میرفت زیر اون درخته و قشنگ این بهش میگفت که به زیراتش میگفت که مواظبش باشید. وقتی اینجوری میکنی، وقتی شما میری این قانونمند، یه بچه 10 ساله هم بذارید بهش بگید قانونمند این. و دیدیم تو تمام جهان عرب هم همینجوری شد دیگه، یه دیکتاتور که رفت چون هیچ حزبی نبود جز تونس، خوشبختانه همهشون شکست خوردن، از لیبیش بگیر تا مصرش بگیر تا الان سوریهش هم که اینجوری خواهد شد، عراق رو دیگه چه مسئله بهتر از این چیز جهان عرب و انقلابات نمیدونم عربی، خب این بهار عربی، بهار عربی، بله این طبیعی اصلا هیچ رد خور نداره، این اصلا قانونمند شاه. من حاضرم بیان بحث کنم اگر این شاه این کار رو نمیکرد به مقدسات، من که چیز مذهبی ندارم، به همه مقدسات تاریخ بشر، چیزهای مقدس در تاریخ بشر، قسم محال منکبود که خمینی به تخت بنشینه. دقیقا. خب الان تو این شرایط آلترناتیو کی هست آقای خزایی؟ ببینید نگس خانم، ما اومدیم یک قانون اساسی درست کردیم که اینایی که با ما این همه می جنگن و همه اون مقدسات قسم یک جو نخوندن این قانون اساسی ما رو، و منم میتونم حدس بزنم که نخوندن، بله تو توش نوشتیم که اینا چیز ماست، جدایی دین از دولت، تمام احزاب آزاد، هیچ کسی به علت اینکه به دین اعتقاد داره یا نداره تبعیض نیست، زن تبعیض نیست، هیچ کسی، ملیت ها همه باید حالت فدرال باشه، که رأی دادیم برای اینکه ایران رو نگه داریم ملیت ها زمان های مختلف باشن، این مثل هندوستان شما میدید هندوستان و آمریکا و آلمان سمبول موفقیت هستند، چون کشورهایی بودن که قوم های مختلف داشتن، هر سه موندن مثلا هندوستان به خاطر فدرال بودن، بذاری که هر چیزی برای خودش قدرت داره ولی همه زیر چیزن در سیاست خارجی در کلان چیست. خب اینه که ما چه شورا ملی مقدس داریم رأی هم دادیم، بعدم گفتیم جزایی دین از دولت، بعدم گفتیم این خیلی مهمه، اول باید رژیم بیفته شما بری حکومت کنی. خب ما که گفتیم که 6 ماه دولت موقت، 6 ماه به دست شورا ملی مقاومت، که بعد از اون ما منحل میشیم میریم. در اون 6 ماه مجلس مؤسسان تشکیل داده، Constituent Assembly مثل همه دنیا، قانون اساسی جدید، سیستم جدید،
احزاب چجوری باشن، آیا سیستم ما پرزیدنشل باشه یا پارلمنتری باشه، نخست وزیر یک باشه یا رئیس جمهور یک باشه، یا اینکه میکس باشه مثل فرانسه. این هم که گفتیم 6 ماه بعد از 6 ماه هم خانم رجوی میرن کنار، هم کل شورای ملی مقاد میرن که هر کدوم میریم تو عذاب خودمون. بنده میرم تو عذاب خودم سوسیالیست سوسیال دموکراسی، خب اون یکی میره تو عذاب خود، بعد میریم در انتخابات شکم میکنیم. ای هموطنان عزیزم که صدا منو میشنوید، شما چرا اینا نمیخونید؟ بعد اینا رو همین در شیره شکنیم خانم رجوی کرده در 10 ماه که حتی اعدامش هم لغو شده. آزادی برابری دین ارجحیت نداره، زنان که مهمترین چیزی که از زنان ما الان در شورای ملی مقاومت پوزیتیو دیسکریمینیشن میکنیم به دلیلی که زنان تاریخا عقب مانده شدن، یعنی واقعا در برنامه شورای الان زنان بیرید هم در رهبری هستن، خانم رجوی هم که در خیلی جاهای دیگه هستن. اینه که خب این هموطن عزیزم اگه اینا رو میخونه یا نمیخونه باور نمیکنه، من چیکارش کنم دیگه؟ ما که نمیتونیم بریم انجکشن بزنیم یارو رو بازار کنیم که. خب آدم بگیم که آقای رجب میگیم آقا بیا دوربر ما قربون رو چشم ما، اگه اینا رو قبول داره این سه تا اصل رو، حتی ممکنه تو اصلا قانون اساسی من قبول نکنه، ولی این سه تا اصل قبول داری، جمهوری جلای دین از دولت، سکولار چی و سرنگونی تمامیت رژیم، خب تشریف بیار ما خرجت هم میدیم، ما زحمت میکشیم برای کنفرانس میذاریم، در اجلاس میذاریم. خب یعنی اومدن مثلا شخصی اومدن، حالا بعدشون میخوان حزب درست کنن و بیان با من خیلی تماس گرفتن که میخوان دست گفتن روی چش درست کنید، در اساس این آذری هستید، هجا هستید، بلوچی هستید، روی چش بیان در جمع. ما که در مقامت که از همه هم ادیان داریم، هر باهایی داشتیم و داریم که حوادارمون بودن، هم کلمی و دیان و هم زرتشتی، هم زرتشتی بله روز به شورا ملی بیدینم زیاده تو شورا ولی زد دین نیستیم، زیادیم به فراوان. حوادارا رو نگاه کنید، خب این بهش میگن یه ائتلاف تاریخی گسترده. خب همانجان عزیزی که تو نرفتی تو بازی رژیم، مرسی که نرفتی موضوع رژیم بشی، مرسی، ولی تو که حسام نیومد یه پشت جبهه، ولی رفتی دنبال زندگی، اگه حالا بیدار شدی میگی ای هوا باید مملکتمون آزاد بشه، خب بفرما. این را به تکلیف که نمیتونی بزنی این کار بکنی، خب باید بیدار جمعی، خب بیا تو این جمع ما ببین بخون، از ما انتقاد کن، با ما بحث کن، دوامون هم بکن، مگه ما زرد مبارزه وجود داره، فقط باید بیان بله. با خودمون الان تو مقاومت اینقدر سر کله زدیم با هم دیگه، موافق هستیم این و اون، ولی دموکراتیک حل میکنه، رای گیری میکنه. این اساره تمام این چیزاست که در مورد آلترناتیو من میشم خدمت شما عرض کنم. امیدوارم یه روزی بشه آقای خزایی بعد از آزادی ایران شورای ملی مقاومت فیلمای این جنگ و جدال های درون شورا رو حتما پخش کنن، این مردم ببینن، خیلی جالب میشه. بحثایی که میکنیم مثلا سر مسائلی او اصلا ساعت ها بس میشه، ساعت ها فریاد میشه، این مثل این مجالس اروپا درست. بعدش هم رای گیری میشه، خب اکثریتی دیگه مثل سر مثلا جبهت میشه در مجلس کانادا، در مثل آمریکا، فرانسه، نمیدونم نروژ، خب جبهت میشه دعوا میکنن، بعد رای میگیرن، اکثریت که میاد خب اون قانون تصویب میشه دیگه. دقیقاً. خب آقای خزایی شما یه اشاره کردید به کسانی که ادعای مبارزه با رژیم رو دارن ولی به بیراهه میفتن. حالا من بیشتر تمرکز صحبتم روی اونایی هست که قبلا اصلاح طلب بودن یا به قول خودشون ضد رژیم شدن یا اینجور نشون میدادن. این افراد رو ما میبینیم این روزا که سلطنت طلب شدن. آقای خزایی میخوام بپرسم آیا هدف خاصی پشت این چرخش قهرمانانه وجود داره آقای خزایی؟ درست و لوری به شما بگم، اینها از خودشون هم بریدن، یعنی تمام عمرش رادیکال بوده، الان 80 سالشه مثلا، 70 سال رادیکال بوده، یعنی حداقل 50 سال اصلا چی رادیکال بوده، سوسیالیست بوده، نمیدونم چی بوده چی بوده، حالا 60 سال زندگیش یه خط قرمز زده 50 سالشو، یعنی اینا همه، یعنی من غلط کردم بشتبارم. این آخر عمری که مثلا 10 سال 8 سال میلیون حالا اومده شاهلایی شده، خب اینا بخاطر یکم حسادت از اطلاع این مقاومت از جمع بودن، اینا به ما میگن شما کسی نیستید،
ولی ما یه دفعه تو ویلفن مثلا 100,000 نفر جمع میکنه، همین الان مثلا توی 3 سال پیش توی آلبانی، همین الان وقتی میرن مقامات بزرگ جهان میرن دیدی سخنرانی هاشو یا میرن ده. خب اینا ما میگن که شما چیزی نیستید، مثل اینه که یک لاک پشتی به یه فیل بگه که من اصلا بزرگترم. خب اینجوری نمیشه که سازمان ملل میبینی وقتی ما میریم اونجا چیز میکنین چند هزار نفر اونجا جمع میشین با بهتر اینا، مثلا این 10-20 نفر میرن اون گوشه، من کاریشو نداریم میرن اون مثلا. خب چه مقایسه میشه کرد؟ اینا که میرن دنبال این چیزا، اینا یکی از حسادت با ما خجالت هم میکشن که بیان به ما بگن آقا دستتون در نکنه، میگن خب ما نذاریم اینا بیان رو کار. این موضوعی که تو سوئد هست، اینا مثلا خودش بریده این ایرج مساقی بریده، خودش تو کتاباش نمیشه بریده، اومده تو مسابقه کرده تو روزنامه های نروژ و دانمارک که من بریدم، حتی توی جیپ هایی که چیز لاجوردی میفرستاد با سپاسه میرفتم آزش نشون میدادم، یعنی یه دیگه شهید شدن چون این آزششون پیدا کرد، حتی میگن نامزد خودش لو داده. حالا اومده اینجا میشین اینجا میگه نه مجاهدین اگه بیان بدتر میشن از اون، یعنی چی؟ مثل یکی چه بیاد بگه اگر مقاومت یه مقاومتی داشتن مثل گلهای روز که من بود بیچاره میجنگیدن شهید هم شدن، مثل بیاد بگه که هیتلر از اینا بهتره، اینجوریه دیگه. یعنی اینا واقعا وشکستگی مطلق ایدئولوژی حتی روانیه، اصلا اینا بریدن از خودشون هم بریدن، ولی چه بلایی داری که با ما چه کار داری؟ تو میای خودت برو رژیم رو بنداز، برو بنداز، چون که نمیری بندازیم 24 ساعت میای یه 4 تا فوش به رژیم میدی که حالا ننه قمرم دیگه به رژیم بدش میاد، بعدم 80 تاشی میزنی به مجاهدین رو به حالا امو ننه قمر یا امو قاسم. بله ما که بگیم از اونام هم مرزام هستن که اینجوریه، یعنی بهت مثلا بگم واقعا غم انگیزه. یه چیزی به شما بگم در پایان، ببینید نرگس خانم، شما با تجربه خوبی که در ژورنالیستی دارید و خودتون هم هستید، اینو شما تایید میکنید که به خاطر شهدای ملت ایرانه که به ما پناهندگی سیاسی دادن، قبول بله. بله بله. چرا یک ژاپنی هم مثلا ازم که من رو میشنویم مخلصم هم هستم، چرا به یه ژاپنی که میاد اروپا پناهندگی نمیدن؟ برای که دموکراسی داره. چرا به یک کره شمالی نمیدن پناهندگی؟ چرا به فرانسوی که میاد سوئد بهش نمیدن؟ به کانادایی هم نمیدن آقای خزایی. شما فکر کنید کسی که کشته فرار کرده، پدرش مادرش شهیدان، برادرش بچه‌هاش یا خودش اومده گفته جونم در خطر، هزارها الان بقیده من الان 7-8 میلیون ایرانی فرار کرده، این دومین واقعا فرار در تاریخ ایران، یکم موقعی که عربا اومدن، مثلا اون موقع اروپا خودش توی چاچری و اینا بود و کلیسا خوشبختانه هند آزاد بود، همه رفتن زرتشتی ها هندوستان که یک جمعیت بزرگی تشکیل دادن، این دومی و غم انگیزترین مهاجرت قوم ایرانیه. برای چی؟ برای اینکه طبق کنوانسیون وین پناهندگی میگه پناهنده کسی است که به دلیل عقیدش یا تعلق قومی یا مذهبیش، جانش یا آزادیش در خطره، یعنی این فقط باید پناهندگی بگیره، ولی کسی که نمیتونه. گفتم مثلا چرا ژاپنی نمیاد بگه من میخوام پناهنده بشم، میگن جون در خطره، آزادی در خطره، دین در خطره تو ژاپن. خب وقتی چون میای اینجا، آیا بی انصافی نیست که کسی که بالاترین بهار داده، 120,000 شهید داده مجاهدین و سایر نیرو هم، نیروهای مترقی چپ کرد نمیدونم سوسیالیستا مارکسیست همه مارکسیستا، خب تو به همت خونای اونا بیا اینجا و پناهندگی بگیری رو حال جا خوش کنی، بعد هم خواستی بری ایران بیای، در حالی که تو اگر جانت در خطره پس چرا میری ایران؟ خب این سوالیه دیگه، اصلا میگن دیگه تمام این چیزا میگن، تمام این مقامات میگن که ما چاخ سره بودیم، یارو اومده اینجا پناهندگی گرفته بودن بعد میره سفارت. خب بعد حالا باش این کارا میکنی دیگه، چرا میایم یک مقاومتی اون خونجاده که تو پناهنده شدی و این مقاومتی که الان میجنگه کشور از آزادی، چرا اینو بهش حمله میکنی؟ حرف لوری، سوال ساده تو روشو همین. دقیقاً من حتی فکر میکنم آقای خزایی این میکروفون و این رسانه‌هایی که وجود دارن هم به خاطر اون خونهایی است که از قرون وسطا ریخته شده بر زمین، به خاطر سرکوب آزادی بیان،
و حرمت اون رو هم نگه نمیدارن خیلی ها. و همین رسانه ها واقعا الان دشمنیت میکنن با خصوص با مجاهدین. بله کاملا با شما موافقم، کاملا خون به دل. مثلا رهبر مقاومت نروژ که زنده بود، خانم رایوی 4 بار اومد نروژ، 2 بار هم به کشورهای نوردیک دعوت شد که من یه ترتیب دادم که این خانم رجوی رو ملاقات کنه. فقط چون خودم هم داستان من شنیده بود، من هم کردن جزء مقاومت نروژ، الان بهش میگن فش باش فرانی، من هم جزء مقاومت نروژ هم هستم. یکی بلاش در اگه پوتین حمله کنه به نروژ، من باید اصله دست بگیرم برم بشه. خب خانم رجوی ملاقات کرد که روزنامه ها نوشتن، حتی من قاب کردم روزنامه یک نروژ بزرگ نشسته بودیم، اونم بودش هفته پاسم. بعد خانم رجوی و من نشسته بودم و محادثین و گونارسون صبحم بود و بعد صحبت میکردیم. خانم رجوی صحبت کرد اینا، اون موقع بود که هنوز مجاهدین تو لیست بودن. باور کنید این نرگس، این واقعا یه چیز تاریخیه، این حرف. بعد افتون پوستن رو کرد روزنامه خانم بود، گفت که آقای گونار سوسو، شما میدونید که این مجاهدین کنتروورسیالن و نمیدونم توی لیستن، باور کن به جان پسرم، به مقدسات عالم، به همه مقدسات، به خاک ایران قسم. پشتش کرد به اون گفت خانم رجوی گوش نکنید به اینا، اینا به ما هم میگفتن به هم تجاوز میکنین، میگفتن اینا سرکوبگرن، میگن شکنجه میکنن ازاش به خود. همه اینا رو داشت میگفت، چیزایی که به مجاهدین میگن، میگن اینا تجاوزگرن، سرکوبگرن، اینا هم دیگه شکنجه میکنن، اینا نمیدونم میخوان نروژ رو بدن دست استالین و کمونیستی تکذیبی کنن، نمیدونم کیان دوزن فلان، به اینا گوش نکن. این همین الان تو روزنامه زدن با عکسشون که افتون فستون هم قشنگ نوشته. و برای که من بهش گفتم خانم شما توی بهترین دموکراسی هستی، اینا رو بنویسی ها، نه اینا رو سانسور کنی حرفای گونا رو. تمام زده من در قاب کردم. درست. حالا سر همین رسانه‌های که مد نظرمون هست، رسانه‌های خارج کشوری وابسته به کشورهای غربی است که فارسی صحبت می‌کنن. آقای خزایی فکر کنید تا به امروز آیا موفق بودن مسیر مردم رو از سرنگونی و در واقع جایگزینی سلطنت آخوندها به سمت دموکراسی رو منحرف بکنن؟ چون تا حالا کارشون این بوده دیگه. آره متأسفانه اینا به دو دلیل، خب حالا یه سری بعضی موقع مثلا همین ایران اینترنشنال یه خبرهای میزنن از ما، بله. کافی نیست اینا. به دو دلیل، یا خود من تو سفارت بودم و ویزا میدادیم به روزنامه‌نگارا که برن ایران. ببینید اونجا مینویسن، از ایران مینویسن که کشور دیکتاتوری، که اگر این روزنامه‌نگار برگشت علیه نظام چیز زد، دفعه دیگه بهش ویزا ندید. که دیگه اصلا اینا تردش میکردن. که خوشبختانه اون موقع که من تو سفارت بودم، چون اون موقع اینترنشنال نبود که اینا بخونن این روزنامه‌نگار چی میگه، من بودم گزارش میکردم که این روزنامه‌نگار خیلی خوب گفته راجع به ایران، بعد دوباره بهش ویزا میدادن. یکی تعجب میکرد، میگفت که چرا به من ویزا میدن، گفتم رفتش لازم بعدا بزنید. خب اینا چون الان دیگه تحلیلشو میکنه که بهتون ویزا دیگه نمیدیم، یا اینکه مثلا ازش شلون میکنه تو ایران، این یکی. دوم اینه که متاسفانه رژیم توشون نفوذ کرده. رژیم رفته به من ژورنالیست و فلان اینا میره اون تو و قال بحث اما پاکستان میکنن. یکی دو شهر ما میگن یک معلم جغرافیا بود، فقط پاکستان بلد بود. مثلا میگفتش که امروز راجع به برزیل صحبت میکنیم، یاد داشتم برزیل کشور بزرگیه 2 برابر پاکستان و اما پاکستان، و بعد پاکستان چیز میکرد. بعد من گفتم خب نمیدونم راجع به فرانسه، فرانسه یک کشور بسیار خوبیه، زبانشون فرانسویه، ولی خیلی خیلی بزرگتر از پاکستانه و اما پاکستان. حالا اینا نمیگم یه چیزی میگم بی چون تو رژیم چون متاسفانه رفوش کرده به عنوان ژورنالیست، یا اصلا مزدور دارن اون تو رژیم حقوق میده، مثلا هم عوام پاکستان میکنن. یه 4 کلمه حرف میزن بعد میگن چی و چی و چی و چی و چی و فلان، در حالی که خب بزرگتر مقاومت رو تو که اگه ایرانی هستی، تو بزرگتر مقاومت تشکیل یافته ترین، پرقدرت ترین، پر جمعیت ترین در اروپا ببین، پر جمعیت ترین 100,000 تا رو میارن تو ویلپن.
که رژیم دشمن شماره یک میخواد بمب بذاره همه رو بکشه، تو اینو اصلا یه دونه چهار خط می‌نویسی، ولی نمیدونم فلانی نمیدونم یه چیزی گفت، نمیدونم فرح پهلوی اومده سلام رسونده نمیدونم به فلانی در کجا در ایران و بعد اونو تیش میزنی. اینا متأسفانه غم انگیزه خیلی. البته بهتون همین هم اینجا هم بگم، در همین اروپا در مقاومت هم خونه دل میخونه، همین یعنی گفتم آقای گوناستون سو بچی گفت اینا رو کی مینوشته علیهشون، همین روزنامه ها مینوشتن که اینا جنگلگرن، اینا نمیدونم به خودشون تجاوز میکنن، اینا نمیدونم سکتن، گفت اصلا بهمون گفتن اینا بستن نمیدونم کسی بیا سوشون، این که میگن مجاهدین سکتن. سرنوشت بشر فقط زبون هامون فعال میکنه، خیلی مشترکان داریم خیلی. خب آقای خزایی، زمان شاه، خب به هر حال درسته که اخبار زمان شاه و به خصوص مسائل سیاسی که آزادی اصلا نبوده تو ایران، آزادی سیاسی مطرح نمیشه به صورت گسترده از طرف این رسانه ها با هدف هایی که خودشون دارن، ولی مردم عادی به هر حال اونایی که دیدن مثلا امثال شماها اونجا بودین، تجارب خودتون رو دارین انتقال میدین، ولی با این حال ما میبینیم که این رسانه ها فافشاری میکنن برای بازگردوندن به قول معروف اون دوران دیکتاتوری طلایی سلطنت. هدف اصلیشون چیه؟ آیا به خاطر دشمنی با مقاومت ایران هست یا به خاطر اینکه رژیم رو نگه دارن؟ من نمیدونم این وسط. ببینید هر دو. ببینید یکی خب دشمنی با مقاومته، چون اینا ترد شدن یا بریدن رفتن یا همون پنج عنصر توشون نیست، ولی هی حرف بزنید بشین تو کافه ها فرانسه و بلژیک و اینا هی حرف بزن، اگه با حرف دنیا میافتاد آزاد میشد که الان کل دنیا بهش میاد. یکیشون هم اینه که صد درصد اینا خدمتون گفتم اینها دچار توهماتی شدن و فکر میکنن که مثلا یه نوع نوستالژی بهشون دست که اینا فکر میکنن که اگر این آلترناتیو نیاز خیلی بهتره، مثلا اینگاری که مثلا آلترناتیو مغازه است که مثلا اینجا باز کنی بگی این مغازه زنبش نیست و برای اون بر بذاریم، یک دونه مقاومت که مغازه نیست که باز کنی بگی نه اینجا ترافیکی زیاد بذاریم اونجا میماسه در طول تاریخ مقاومت، مثل فرانسه، مثل همه جا، همه جا، هندوستان بیچاره 200 سال زحمت کشیدن تا استقلال گرفتن، 200 سال شروع کردن به مقاومت، قبلش هم که زودتر اومده بود انگلیس. خب این دوتا عنصر باعث میشه که اینا میفتن تو بازی رژیم و به نفع رژیمه، همه هم میدونن این دیگه چیزی نیست، بچه که ریاضی هم بلده میدونه، تو وقتی مثلا به کسی که مثلا 100% علیه رژیمه یه آدم 20% بیاد علیه این مقاومت 100% حرف بزنه، میره تو جیب اون رژیم دیگه. نه واقعیت چیست، تو اونو تضعیف میکنی. بازم یه مثال دیگه خدمتتون بزنم، بزرگترین نویسنده تاریخ نروژ کنوت هامسون بود که جایزه ادبیات نوبل گرفت، که الان وقتی بری پاریس یه جایی هست که پلاک زده اینجا خونه توی کاخ لاتن پاریس، اینجا خونه کنوت هامسون بود، یکی بالاترین نویسنده. این رو من شروع کرد به نق زدن به مقاومت نروژ که شما فلانیش با مالیش و فلانیش و نه همین امنیت اروپا خیلی بهتره که هیتلر داره و فهمیدی؟ ولی اسلام میشه، درست میشه، هیتلر یواش یواش همینجور این کرد که از اون بالا با چلش متنفرترین آدم شد توی نروژ و بعد هم هیتلر دعوتش کرد اونجا رفت برگ سالن خونه کلیت بالا اون کوه داشت چیزش کرد، اومد مردم میخواستن توپ بروش کنم، پیر هم شده بود اینقدر فشار بشه، من خانمش هم مثلا رفت دیگه، وقتی که پیروز شد مقاومت دنیا علیه هیتلر، خب اینا هم میخواستن اعدام کنن، چون ایده اعدام کردن دیگه خان، ولی گفتن بابا این پیر مرد اینا بذارید بمیره خودش تای خونه، یعنی متنفرترین فرد کشور شد. اینا سقوط میکنن، اینا تازه از کنوت هامسون بالاتر هم نیستن، منطقه میدونن که اگر این نیاد حک بیاد بیاد، مثل اینکه مثلا اینجا ترازوه که اگه این نیاز با رژیم میمونه خب باشه برو با رژیم راحت، اونا که راحت آزاد میرن طرف رژیم خیلی بهتر از این نهان، خب موانی جورنالیست مستقل و نمیدونم طرفدارش پسر شاه بود فلان فلان رضا شاه، خب اینا همه تو جیب رژیم میره، خدا میخواد یکی بوده که اسمش الان یادم نیست که چیز گرفته بوده سازمان امنیت رژیم، بهش گفتن بیان تو چرا با
مجاهدینی. چرا واجه؟ خب یا این تلفن پسر شاه. خب با آقای هاشم خواستار. خواستار. برای الان نسی کردم من. خب این اصلا ببینید این یه تعادل ریاضیه. تو وقتی میذاری همه نیروی علیه یا مقاومتی که دشمن شماره یک اون رژیمه، هر چیزی بگی میره تو جیب اون رژیم که دشمن شماره یک تو میخوای تضعیف کنی، که ما الان عموست نمیتونی تضعیف کنی، میگم عمو چون من طرفدار حقوق زنانم. خیلی ممنون آقای خزایی. الان عموست برو چیز کن تضعیف کن. امیدوارم جا بیفته به جای اروا عمه بشه اروا عمو. خیلی ممنون آقای خزایی. امیدوارم که کسانی که دنبال روح رضا شاه هستن و به قول شما دنبال روح چنگیز خان هستن اینا به راه راست هدایت بشه. گفتم برید بالا اول. ها یه شازادی دیگه هم اومد مال قاجاره. بله اینه نوشته. راستی میخواستم همینم بپرسم برام توضیح بده چیه. یه دیگه من تو مقالم نوشتم گفتم این که پسر شاه رضا شاه روحت شاد شاز رضا پهلوی حمایتت میکنیم. گفتم اگه این نگرفت یکی دیگه هم هست کامران میرزا قاجار اونم هستش الان خیلی هم استفاد میگه من چرا نه. اون نواده محمد علی شاست که مجلس بزرگ. خب محمد علی شاه روحت شاد کامران میرزا حمایت میکنه. این اگه نگرفت بری سراغ صفوی شاه تماس روحت شاد بعد تماس میرزا صفوی حمایت میکنه. این اگه نگرفت آخریش دیگه چنگیز خانه. چنگیز خان روحت شاد هلاکو میرزا مغولی حمایت میکنه. همه منفوران تاریخ روحتان شاد. دیگه بالاتر از اون دیگه نیست که با تا چنگیز خان بیشتر نره جلو. دقیقا. خیلی ممنونم از وقتتون آقای خزایی. میدونم همیشه شما سرتو شلوغه ولی برای این گفتگوها وقت باز میکنید. واقعا قدر این کارتون رو خیلی خیلی خوب میدونم. امیدوارم به زودی در ایران آزاد ببینم تون آقای خزایی. خیلی واقعا امیدواریم که این کابوس ملت ایران، ملت شریف و بزرگ ایران، یکی از بزرگان تمدن بشری که اولین اعلامیه جهانی حقوق بشری کوروش داده که گفته در بین النهرین وقتی که یهودی‌ها رو آزاد کردن از دست بخت النصر توی عراق قدیم گفته که اینها رو حق ندارید دینشون رو عوض کنید. این اولین اعلامیه جهانی حقوق بشری که سیلندش سازمان ملل زده. یا اینکه اون یکی شعر سعدی به بالاترین واقعا فلسفه برای اینه که همه بشر یکی هستیم، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آور از روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آمدی. بعد یک شاعر عالی انگلیسی، اینم در پایان بگم حسن خطا، اینو به انگلیسی شعر ترجمه کرد. اینم تو سازمان ملل تو یه تابلو بزرگی تو ژنو زده شده. The human beings are the essence of the same whole. They are the parts and portion of the same soul. If one member is inflicted by pain, the other member indifferent cannot remain. If you are indifferent with other people's pain, the name of the human you cannot retain. خیلی زیبا شعر شده. برافو. اصل شما بخیر. اصل ما بخیر. ولی استوپ شما بخیر. روزتون بخیر آقای خزایی. خیلی ممنون. خداحافظ. بودو 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 نمونی ها. بیا دیگه. نظیر دی شروع شد واژه آلترناتیو هی توی گوگل جستجو شد از جسدهای سیاسی تا عروسکهای کوکی واسه آینده ایران میکشیدن هی کروکی مثل قارچ یک شبه همه جا سبز شد بر شده است آلترناتیو بازیه بودو بودو آلترناتیو بازیه آلترناتیو بازیه نمونیو بازار اینجا جنس
جلی تا بخواهی اپوزیسیون های فیک و راه حلای فکاهی. پیشنهادم این رنگ جورا با فیروزه ایشه، با روبان های سفید رنگ بزنیم تیشه بریشه. وای چه رزمی این داره، بازار حراج چکمه و نعلین و گیوه، ارتجا با طعم میوه، این همه جور آلترناتیوه. نسخه جذب بسیج و تسلیت حیب سپاه، یک گزار بی هزینه رو به سمت پادشاه و مرد شور شیخ و شاه. کاری کیه؟ که آقا خوشش می‌آید. اصلاحاتچی‌های دیروز گوشه این بازار لمیدن، تحت عنوان برانداز به نظام سرویس میدن. فست فود آلترناتیو و هفته به هفته خفناک، تو بی بی سی یا من و تو یا توی سایت های باباک. کاسه لیسن آلترناتیو بازیه، بازیه. سلسله جمهورش کیه؟ آلترناتیو بازیه، نمونی ها آلترناتیو بازیه، این گل جمهورش کیه؟ آلترناتیو بازیه، برامه اون یکی میگه یه میلیون باس یه روز جمشن تو میدون، شاد و شنگول ساعت 6 میشه آزاد کل ایرون. بابا جون تو اختناقیم، این خیالا خیلی خامه، راه حلی که سرابه منشأش خود نظامه. قشر خاکستری کو آلترناتیو بازیه، نمونی ها آلترناتیو بازیه، آلترناتیو بازیه، بیا دیگه. ولی میره کنار کفی که روی آبه، شورش و خیزش تنها جوابه، هر چیزی جز این پوچه و پوچه، باش که به جنگی کوچه به کوچه.